سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز قراره بریم سر وقت دیوونه وارترین بدلکاری هایی که تام کروز انجام داده. تام کروز توی دوران حرفه‌ای خودش تمام بدلکاری هاش رو خودش انجام میده و برای این بدلکاری ها هیچ محدودیتی هم قائل نیستش. هر کار غیر ممکنی که فکر بکنید و انجام میده و اتفاقا از این کاراش استفاده های تبلیغاتی خیلی زیادی هم میکنه و با این کاراش فروش فیلم های خودشو بالاتر هم میبره. کاری میکنه که تمام نگاه ها به سمت فیلماش بچرخه. حالا تو این ویدیو با همدیگه یه نگاهی میندازیم به بهترین بدلکاری هاش. پس بهتر دیگه وقت رو تلف نکنیم و بریم سراغ تام کروز. You climbed Burj Khalifa, I believe. You held your breath for 6.5 minutes underwater, for one. Yeah. You hung off the side of an Airbus A400. Now, have you ever heard of CGI? And بهتره بریم سر وقت مأموریت غیر ممکن سال 2015. توی این فیلم قرار بود شخصیت اصلی داستان ما از یه هواپیمای باری یعنی ایرباس 400 آویزون بشه و تام کروز هم قبول کردش که این صحنه رو، یعنی پرواز کردن با هواپیما در حالی که از در هواپیما آویزونه، توی دنیای واقعی بازی کنه و از جلوه‌های ویژه استفاده نکنه. برای انجام این کار کارگردان یعنی کریستوفر مکواری مخالف بودش، ولی تام کروز تهیه کننده اصلی بود، پس یه جورایی خودش رئیس به حساب می اومد. برای همین کسی زورش بهش نرسید و همه مجبور شدن که قبول کنن تام کروز واقعا از یه هواپیما آویزون بشه. برای ساختن این تصویر قرار شد که هواپیما از باند فرود بلند بشه، یه دور کامل بالای باند فرود بزنه، بعد دوباره فرود بیاد. تیم سازنده به مدت یک ماه تمام صحنه رو طراحی کردن، چون خیلی خطرناک بود و کافی بود یه سنگ از زیر چرخ هواپیما پرتاب بشه. با اون سرعتی که هواپیما میخواست بلند بشه کافی بود که اون سنگ بخوره به صورت تام کروز یا حتی یه پرنده بهش بخوره. کوچکترین اتفاقی میتونست یه جراحت وحشتناک برای تام کروز داشته باشه. برای همین تک تک جزئیات رو اول تمرین کردن و بعد صحنه رو با دقت طراحی کردن. اولین چالشی که باهاش روبرو بودن بادی بودش که از توی موتور هواپیما بیرون میومد و این باد میتونست کاری کنه که بدن تام کروز از پشت خم بشه، یعنی کمرش بشکنه. برای همین مجبور شدن یه لباس مخصوص تن تام کروز بکنن که به هیچ وجه اجازه نمیداد که بدن تام کروز خم بشه، چه از جلو چه از پشت. و بعد روی چشمای تام کروز یه لنز مخصوص گذاشتن که بتونه توی اون فشار چشماش رو باز بکنه و همین که چشماش آسیب نبینه. و همینطور بدنش رو با یه کابل به دیوار هواپیما ثابت کردن. تمام بدن تام کروز با اون کابل به بدنه هواپیما ثابت شده و دستاش هیچ نقشی ندارن توی نگه داشتنش. بعد از این کار هواپیما با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت از زمین تیکاف میکنه و تا ارتفاع 300 متری از سطح زمین میره بالا و یه دور کامل میزنه که این دور کامل هر بار 6 تا 8 دقیقه طول میکشیده و یه هلیکوپتر هم تعقیبشون میکرده که از زاویه دیگه ای هم از تام کروز فیلم بگیره. حالا نکته جالب اینجاست که تام کروز بعد از هر بار پریدن با هواپیما، برای اینکه بتونه یه تصویر خوب ثبت بکنه، تیم سازنده رو مجبور کرده که 8 بار این صحنه رو تکرار بکنه. یعنی 8 بار تام کروز با این هواپیما این بدلکاری رو تکرار کرده. خود تام کروز هم گفته که این بدلکاری تنها بدلکاری بوده که موقع انجام دادنش ترسیده بوده. اما این پرواز کردن تام کروز از یه جایی ریشه میگیره، اونم نترسیدنش از ارتفاعه. تام کروز اصلا از ارتفاع نمیترسه. نمونهش رو هم میشه توی یکی دیگه از بدلکاریاش دید، یعنی بالا رفتن از برج خلیفه توی فیلم مأموریت غیر ممکن سال 2011. اون موقع تام کروز 50 سالش بود و برای بدلکاری فیلمش از بلندترین ساختمان جهان رفت بالا. شرکت بیمه ای که عوامل فیلم رو بیمه میکردش حاضر نشد که تام کروز رو بیمه بکنه. برای همینم تام کروز قراردادش رو با این شرکت لغو کرد و رفت با یه شرکت دیگه قرارداد بستش که خودش تو اون شرکت بیمه نقش داشت. توی این بدلکاری تام کروز توی ارتفاع 600 متری از سطح زمین از ساختمون بالا میرفت، یعنی ارتفاعش دو برابر اون ارتفاعی بوده که با هواپیما داشته و برای ایمنیش کلا یه داربست و کلی اتصالات مختلف رو روی برج نصب کردن که براش مجبور شدن 26 تا پنجره مختلف رو هم از جاش در بیارن و روی ساختمون تغییرات ایجاد کنن و با دو تا کابل مختلف تام کروز از ساختمون آویزون شده بوده که بعدن توی ادیت کابل‌ها رو حذفش کرده بودن. قبل از فیلمبرداری تام کروز همراه با تیم فیلمبرداری 200 ساعت تمرین روی دیوارهای مخصوص تمرین صخره نوردی داشتن و فیلمبرداری اصلی هم 3 روز تمام طول کشیده. حالا چرا 3 روز طول کشیده؟ چون یه چالش خیلی شدیدی داشتن، اونم این که شیشه های ساختمون بسیار زیاد داغ می‌شدن به خاطر اقلیم شهر دبی. برای همین تصویر بردارا صبح خیلی زود قبل از اینکه خورشید طلوع بکنه کارشون رو شروع می‌کردن و تو اولین ساعات طلوع خورشید فیلمبرداری رو شروع می‌کردن
و فقط یکی دو ساعت میتونستن فیلم برداری بکنن و بعد از اون به خاطر گرمای خیلی زیاد و داغ شدن شیشه ها مجبور شدن به داخل ساختمون برگردن و بقیه فیلم برداری رو فردا انجام بدن. همین که یه چالش شدید دیگه ای رو هم باهاش روبرو بودن، اونم این که وزش باد شدید تو اون ارتفاع دائم مجبور میکرد که تیم فیلم برداری به داخل ساختمون برگردن. تمام صداهای ضبط شده تو این تصویر همه بعداً دوبله شدن و بهش اضافه شدن، چون وزش باد اصلا اجازه ضبط صدا رو نمیداد. تیم فیلمبرداری هم همراه با یه هلیکوپتر بوده که بیرون از ساختمان مسئول تصویربرداری رو داشته. تازه این تمام ماجرا نیست. خیلی از شما فکر میکنید تصویر بیرون پریدن از پنجره و سقوط 4 طبقه‌ای با فناوری CGI درست شده، ولی اصلا اینطور نیست و صحنه سقوط هم کاملا واقعیه و جزو یکی از بهترین بدلکاری‌های تام کروز به حساب میاد. توی فیلم ماموریت غیرممکن 2 که سال 2000 ساخته شدهش، یه صحنه واقعی صخره‌نوردی توی فیلم وجود داره که کاملا واقعیه، فقط یه کابل محافظ وجود داره که بعداً توسط فناوری CGI حذف شده. توی یه صحنه از این فیلم تام کروز از روی یه صخره میپره روی صخره دیگه که این دوتا با هم دیگه 5 متر فاصله داشتن. این کار باعث میشه که دچار کشیدگی عضله بشه و فیلم برداری برای چند هفته تعطیل میشه. توی این فیلم کارگردان یعنی جان وو مخالف بود، ولی تام کروز آخر سر همه رو مجبور کرد که این صحنه رو بسازن و خود جان وو گفته که موقع برداشت این صحنه حاضر نبوده نگاه کنه، چون هر آن میترسه تام کروز بیفته. البته این تنها دیوونه بازی تام کروز تو این فیلم نبوده. توی همین فیلم ماموریت غیرممکن 2 تام کروز قبول کرد که یه چاقوی واقعی رو توی فاصله 1 سانتی متری از چشمش نگه داره. تو این صحنه از توی آستین بازیگر یه کابل رد کردن که مانع این میشه که دست بازیگر از یه فاصله مشخص پایین‌تر بیاد، یعنی دست بازیگر ثابت شده است و چاقو نمیتونه توی چشم تام کروز فرو بره. ولی با این حال بازم یکی از خطرناک‌ترین بدلکاری‌هاش بوده و اون صحنه‌های زومی هم که می‌بینید که دوربین زوم کرده روی چشم تام کروز و چاقو تو فاصله 1 سانتی چشمشه، راز این صحنه توی بیرون کادره. اینجا تام کروز خودش چاقو رو جلوی چشمش گرفته و این دو تا صحنه جدایی از هم فیلم برداری شدن. این بدلکاری که الان میخوام بگم میشه بدلکاری که خود تام کروز گفته سخت ترین بدلکاری بوده که انجام داده. این بدلکاری برای فیلم مومیاییه که توی این فیلم یه صحنه سقوط هواپیما وجود داره و قرار بود بازیگرا توی حالت جاذبه صفر قرار بگیرن، یعنی لحظه‌ای که بازیگرا روی هوا معلق میشن و مثل فضانوردا میرن اینور اونور. این صحنه هم واقعی بوده و توی استودیو فیلم برداری نشده. برای این کار تام کروز هواپیمایی رو اجاره کرده که ناسا برای تمرین فضانوردا ازش استفاده میکنه. داخل هواپیما رو تزیین کردن که شبیه هواپیمای باری بشه و برای ساختن جاذبه صفر تا ارتفاع 25000 پایی میرن بالا، یعنی نزدیک به 7600 متر از سطح زمین میرن بالا و بعد هواپیما به مدت 22 ثانیه سقوط آزاد میکنه و بازیگرا توی این 22 ثانیه یه شات از فیلم رو میگرفتن، بعد دوباره سر جای خودشون قرار میگرفتن، دوباره هواپیما میرفته به همون ارتفاع قبلی و بعد دوباره سقوط آزاد دیگه و دوباره یه شات دیگر رو میگرفتن. و نکته جالب و غیر قابل باور اینه که 64 بار این صحنه فیلم برداری شده و 64 بار سقوط آزاد داشتن تا بالاخره اون صحنه که میخواستن رو ساختن. اما تام کروز با این کارهای خودش رکوردهای گینس رو هم جابجا کرده. توی فیلم ماموریت غیرممکن سال 2015 قرار بود که یه صحنه زیر آب رو فیلم برداری کنن. برای این کار یک استخر مخصوص ساختن با عمق 6 متر که همه جاش پوشیده شده بود از پرده سبز و اون تصویر که میخواستن رو به این پرده ها اضافه میکردن. ولی تام کروز میخواست که حرکت بدنش زیر آب کاملا طبیعی به نظر بیاد، برای همین به هیچ وجه حاضر نبود که این صحنه رو توی خشکی بازی کنه. برای همین یه متخصص غواصی نظامی رو استخدام کردن و تام کروز تمرین مخصوص افراد نظامی برای نگه داشتن نفس رو پشت سر گذاشت. این تمرین‌ها جوریه که قبل از رفتن داخل آب برای چند لحظه جوری نفس میکشن که ضربان قلب انسان به شکل طبیعی کاهش پیدا میکنه و اون فردم کاملا باید به اعصاب خودش مسلط باشه، نباید هیچ استرسی داشته باشه، جوری که ضربان قلبش از لحظه‌ای که بدنش توی حالت استراحت کاملا هست پایین‌تر بیاد تا بدن احتیاج به اکسیژن کمتری داشته باشه. برای این
صحنه میتونستن صحنه رو تیکه تیکه فیلم برداری کنن، یعنی هی بیان بالا نفس بگیرن، دوباره برن پایین، چند ثانیه فیلم برداری کنن، دوباره بیان بالا و بعدن توی تدوین تیکه تیکه این تصاویر رو بچسبونن به هم دیگه. ولی تام کروز تاکید داشت که میخواد یه شات طولانی بگیره و تمام این شات 6 دقیقه رو یه تیکه پشت سر هم ضبط کنه و برای این صحنه واقعا 6 دقیقه نفس خودش رو نگه میداره و رکورد گینس رو برای نگه داشتن نفس سر صحنه فیلم برداری میشکنه. البته چند سال بعدش این رکورد توسط بازیگر فیلم آواتار 2 شکسته شده و رکورد دیگه در اختیار تام کروز نیستش. البته تمام این سالها براش بدون حادثه هم نبوده. توی فیلم ماموریت غیر ممکن سال 2018 تام کروز قرار بود که با کمک کابل محافظ از روی یه پشت بوم بپره روی پشت بوم دیگه، اما وسط راه کم میاره و پاش میخوره توی دیوار و مچ پاش آسیب میبینه. It's good noise, everybody. But you get my point that you think, how did you break a leg? So let's look at it from the side. He jumps, that speed, that momentum. Here we go. Look at... And now watch that. Watch this. اینجا قرار نبود اصلا به دیوار بخوره، قرار بود یک راست بره رو پشت بوم بعدی، ولی موفق نشد. حالا جالبیش حرکت بعدی تام کروزه، وقتی که مچ پاش شکسته ولی فیلم برداری رو متوقف نمیکنه و به بازی خودش ادامه میده و خودش رو میکشه بالا و شروع میکنه به دویدن. بعد از این اتفاق برای 6 هفته پروژه فیلم متوقف میشه، ولی این صحنه رو از توی فیلم حذف نمیکنن، با اینکه طبق برنامه پیش نرفته میذارنش توی فیلم بمونه چون برای خودش جالب بوده. توی همین ماموریت غیر ممکن سال 2018 یه صحنه دیگه هم بود که قرار بود یه صحنه تعقیب و گریز با هلیکوپتر باشه. توی یکی از این صحنه‌ها یه حرکت خطرناک قرار بود انجام بشه. قرار بود تام کروز بپره یه تنابی رو بگیره و از هلیکوپتر تو ارتفاع خیلی زیاد آویزون بشه. و تازه قرار بود وقتی که تنابو گرفته مثلا سر بخوره و یه چند متری رو هم سقوط کنه. و باید بهتون بگم که این صحنه واقعی ساخته شده و تام کروز واقعا از هلیکوپتر آویزون شده. با یه کابل محافظ خودشو از تنابی که به هلیکوپتر متصل بود میکشه بالا و بعد خودشو ول میکنه تا صحنه سقوط رو فیلم برداری کنه. تو این صحنه هم توی ارتفاع 300 متری از سطح زمین بوده. آخرین بدلکاری جالبی که میخوام بهتون بگم باز برمیگرده به یکی از خاص‌ترین صحنه‌هایی که تام کروز توی دوران حرفه‌ای خودش بازی کرده، یعنی بدلکاری مربوط به هیلو جامپ که این کلمه هیلو مخفف عبارت چتر بازی نظامی در ارتفاع بالاست که سبک به خصوصی از پرشه که اصلا مخصوص ارتش آمریکاست. توی این پرش نظامی‌ها برای خالی کردن تجهیزات خاص، همینطور برای پیاده کردن نیرو توی مناطق خیلی خاص استفاده می‌کنن. سبکش هم اینطوریه که چتباز بعد از پریدن از هواپیما یه مدت خیلی طولانی چترشو باز نمی‌کنه و تو فاصله خیلی خیلی نزدیک به زمین این کارو می‌کنه. هدفشون هم اینه که اون آدم یا اون تجهیزاتی که می‌خوان برسونن با سرعت خیلی بالا بره تو اون نقطه‌ای که می‌خوان. چون چترشون رو خیلی دیر باز می‌کنن، زیر 2 دقیقه میرسن به اون نقطه‌ای که می‌خوان. حالا لینک ویکی‌پدیای مخصوص به این پرش رو می‌ذارم تو بخش توضیحات، برید بخونید، خیلی سبک جالبیه. برای فیلم برداری این صحنه یه دوربین کامل آیمکس رو روی سر فیلمبردار نصب کردن و ارتفاعی هم که توی این سبک پرش هیلو جامپ انجامش میدن ارتفاع خیلی خیلی بالاست و تام کروز هم باز این نکته رو رعایت کرده و از ارتفاع 25000 پایی از سطح زمین پریده پایین، یعنی بیش از 7000 متر از سطح زمین رفتن بالا. تو این سطح از ارتفاع اکسیژن به اندازه کافی وجود نداره برای نفس کشیدن، برای همین تام کروز ماسک مخصوص اکسیژن زده. ولی بعدن عوامل فیلم متوجه شدن چون ماسک به صورت تام کروز، صورت بازیگر مشخص نیست، برای همین یه دونه ماسک مخصوص برای تام کروز ساختن که داخلش نور وجود داره و میافته توی صورت بازیگر و صورتش مشخص میشه. توی این سبک از پرش هیلو جامپ چون چترباز چترشو دیر باز میکنه، سرعت چترباز تا 200 کیلومتر بر ساعت افزایش پیدا میکنه و هر کسی نمیتونه این فشار رو تحمل کنه. باید یک بدن کاملا ورزشکاری داشته باشید، وگرنه آدمای عادی تو این فشار بیهوش میشن. تام کروز برای این صحنه بیش از 100 بار تمرین انجام داده و بیش از 100 بار پریده تا آخر سر تونسته اون صحنه که میخواست رو فیلم برداری بکنه. خب دوستان، اینم از ویدیوی امروز. واقعا تام کروز یکی از خاص‌ترین بازیگرای هالیووده. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید.
اگر این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که اونو لایک کنید و اینکه امیدوارم توی زندگی خودتون موفق باشید و خدا نگهدار.